وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، رو مو کردم به روی خدا. سلام عزیزم، چطوری؟ بیا عزیزم، بیا، اشکال نداره، بیا بیا بوس بده عمو. خب میتونی با من صحبت کنم؟ آره نشست اینجا من صحبت بکنم. آره بشین اینجا من صحبت کنم. بشین تو هم بشین. آها من هم اینجا بشینم با هم صحبت کنیم. صحبت کنم این نداره؟ صحبت کن. بخونم؟ میگه بخون. ببینید حالا الان من در مورد ایشون یکمی صحبت کنم. ایشون انگیزه هاش برای هر رفتاری که انجام میده کاملا بیشیل و پیل است، کاملا صادقانه، کاملا مخلصانه، هیچ شائبه ای توش نیست. هر لحظه به هر جای اراده میکنه، نگاه میکنه، نه کسی اون لازمه رعایت کنه، عالم خودشه، آزاد. اولیاء خودم مثل همیشون هستن. یه ذره شیره پیده ندارن. خب میخوایید به پایین نشستید و خوبه ها؟ یه بوس بده همون برم بوس کن. خب حالا این کودک نازنین هم من یاد آقای بهادینی انداخت. دامادشون میفرمودن اومدم خونه در بچه شلوغ میکنن، بعد ایشون همجور نشسته عمیق تو فکره. گفتم بچه ها ساکت، بچه ها رو ساکت کردم. یه دفعه آقای بهادینی به من توجه پیدا کردن، برگشتم به من بچه ها رو چی کار داری؟ گفت میگم آقا سرسیده نکنن شما اذیت نشی. گفت من اینا کاری ندارم. متوجه شدم که آقای بهادینی اصلا بچه ها حواس او رو پرت نمی کنن. حاجی صدیقی می فرمودن که یه شب منزل ما بودنشون مهمان، یه نماز شب مختصری خوندن و بقیش نشستن همجور رفتن تو فکر. توجه اونها، اونا بلدن از توجهشون دیگه استفاده کنن. ماها بریم تو فکر، میریم در حسرت‌های گذشته، در حسادت نسبت به دیگران، حرص نسبت به آینده. خیلی اونا بلدن، اون دیگه مهارتشو داره. وقتی اینا میبرن ها، ترینی ترینی نور میبرن با خودشون. اقم الصلاه لذکری، نمازو برای ذکر من به جا بیار، حواست به من باشه، توجه به من باشه. اول نماز میگی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. پس نماز یعنی ذکر، ذکر یعنی توجه. اذکر الله ذکرا کثیرا، هیچ امری در قرآن امر به کثیر نیست غیر از ذکر. همه عرفا، همه خوبان اینو گفتن، محدودیت نداره. شما باید ذکر بگی، ذکر زیاد زیاد توجه بکن به خدا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.